من اینا همین الان بهتون بگم. وای چقدر بازی، وای لباسا رو ببین، یا ابوالفضل لباس کارفخو رو ببین، ای یا خدا خیلی خوب ساختن، خیلی خوب ساختن. اصلا حرکت موها رو تو ببین، لباس رو ببین چطوری داره تکون میخوره تو تنش. یو گایز چطوری بچه ها، منو میرزا هستم و اینجا کانال اومید ایکسار. خوش اومدید به این ویدیو. انتظارات به پایان رسید، بالاخره اومدیم با FC 25. خوش اومدید به این ویدیو. اگه داری چهره من نام میکنی ناموسن، اگه هر کی رو دوست داری من میخوای به من انرژی بدی که همینطوری پوسرم هر روز ویدیوی FC25 رو بذارم براتون، همین الان یه لایک رو بزن تا به من انرژی تو منتقل کنی. سابسکرایب رو بزن، زنگوله گوشش رو حالت آل بده که قراره یه عالمه کریر رو، یه عالمه بخشای این بازی رو بررسی کنیم با هم. Let's go. Oh my god baby. از همین لحظه FC IQ رو هم داریم توی در میبینیم و اینجا میتونیم بزنیم جلو و ببین کی اونجاست. زیدان همه لباساش هم زدن و جانم چه گرافیکی داره این بازی. گرافیک رو ببین، چهره زیدان رو ببین، اصلا وای توپ تلاش هم گذاشتن حتی اون پشت. وای بافت صورت رو ببین تو، صدای خود زیدانه. اگه این باشه خیلی جذاب میشه. میگه تکنیک تو ذهنت داری رو میتونی پیاده بکنی، همچی چیزی داره میگه. اون گوشان یه تصویرهایی داره نشون میده. توپ جدید لیگ قهرمانان هم هست فکر کنم. چقدر این انیمیشن توپ رو قشنگ ساختن، میاد تو دستش. او مای گاد لیتس گو. این تریلری که با هم دیدیم، این تریلر رو قبلا، اولین تریلر بازی هم هست که داره اینجا تو زیدان داره توضیح میده که بازی چیه و چیکار میتونم بکنم. به هر بازیکن میتونی به یه تاکتیک بدی، اتک مثلا یه جور دیگه است، دفاع. خیلی باحال شده بازی، خیلی واه. اینجا هم که دارید میبینید یه FC IQ اصلی ترین تغییر این بازی امسال. FC IQ اینجا داریم میبینید. پپ گواردیولا، بلینگام، یه شوت عالی. اینجا بازم تاکتیک هایی که داره پپ گواردیولا میگه. اینجا میتونیم به بازیکن ها تاکتیک بدیم، هر بازیکن بگیم چی کار بکنه، هر کارایی یه بازیکن رو بهش بگیم. زیدان اینجا، اینا تو تریلر نبود دیگه. او مای گاد چقدر قشنگ کاتسینا رو به هم چسبوندن. بله بله، اینم دم شما گرم آقا زیدان، ما رو دعوت کرد. FC IQ رو اینجا هم دوباره بهش نمایش دیگه داشتیم. من میزنم لیگ اسپانیا و اینجا لالیگا و از این برم رئال مادرید رو میریم انتخاب میکنیم دیگه. میدونیم دیگه لایسنس تنین دیگه، لایسنس هست، همه چی هست. بله همین لحظه وارد منوی FC 25 شدیم که به نظر من از الان که دارم میبینم شکل ظاهریش هیچ تغییری نکرده، همین گوشه همه بخشا رو داره. ولی اینجا که داریم بلینگامو میبینیم، اینا جدید، انیمیشن های جدیده که بله دیگه روی PS5 هم داریم بازی میکنیم. اینجا یه چند تا این لحظه ها رو ببینیم که واه مای گاد. اینجا ضربه رو زد، اصلا یه صدایی اومد، یعنی انگار داری حس میکنیم کارایی که بلینگامو پشت میکنه. خب اینجا که اینو دیگه خودتون میدونید، اول بریم ببین ما اولین دستمون، همیشه اولین تجربهمون این بوده که بریم کیکاف. ببین مثل همیشه اومدیم بخش کیکاف بازی رو با هم ببینیم و گیم پلی بازی رو با هم بررسی بکنیم که اینا دیگه چیزای اولیه است داره بهمون یاد میده که ما همه رو میزنیم. اولین بارم وارد این بخش میشم یا خدای من. اینجا که کلاسیک مچه، قشنگ شبیه التیمیت تیم شده منوش دیگه. و این پایینم خیلی جذاب باحاله که راشو داریم میبینیم. اینو که میدونستی همون که اصلا آفساید نداشته باشه بازی، اینا دیگه لیگ قهرمانان و ایناست. بعد همه کاپا رو اینا رو هم داره، اینجا رفت و برگشتی میتونی بازی بکنی، جذابه. ما لیگ قهرمانانمون نشه. به به چه منوی داره، چه منوی جذابی داره. فینالش رو ببینیم، فینال لیگ قهرمانان رو برگزار نکنیم ما، نشه فینالمون. خب اینجا باید دستمون هم درست بکنم. این دسته من، ببین من دستمو درست کردم. اینجا ریدی رو ما بزنیم و بله لایف آپدیت هم فعاله و میخوام ببین ما رئال مادرید رو برمیداریم با منچستر سیتی بازی کنیم، دو تا تیمی که خیلی لایسنس هم تو این بازی. اینجا اتک شده 87 استون ویلا یا امام زمان. بعدا ببینم چرا استون ویلا اتک شده 87، حتی از منچستر سیتی هم قوی تر. بریم با منچستر سیتی. بله لباسا رو ببین، جانم جانم
جانم اینطوری شده. بله لباس سوم رئال مادرید واقعا یه دنیای دیگه است، خیلی باحال این لباسش که من میخوام لباس سومش بازم. اونورم لباسای منچستر سیتی رو داریم اینو که قد لباسای متنوعی دارن. به نظر ما لباس هم اینمون رو بپوشیم، اینا هم لباس زرد و ایناشون رو بپوشن. خب اینجا چطوریه؟ اون پایین، آها اون بالا میتونیم ترکیبو عوض کنیم، اینجا میتونیم ترکیبامونو درست. خب این از ترکیبون که داریم میبینیم چیدمان ترکیب عوض شده. به نظر من اینطوری شیکتره، جذابتره، قشنگ حس واقعی بودن بهتون میده. و اینا هم لایو آپدیت داریم میبینیم، یه مودی چون اینا قوی تر شدن. و اینجا بله اومدیم بخش تاکتیک، تاکتیک خودمونه. این تاکتیکی که همین الان داریم و یه دونه دیگه بزنیم میتونیم تاکتیک دو بچینیم. مثلا ادیت تاکتیک رو من بزنم، اینجا داره باز آموزشایی رو به ما میگه. اینجا میتونید تاکتیکمون رو انتخاب کنیم، فرمچنمون رو عوض کنیم، همه چیز ترکیب رو میتونیم قشنگ دست بزنیم و خیلی جذاب شده. حالا زیاد خودم هم اطلاعات زیادی ندارم. رولز که دیگه خودتون میدونید رولز چیه دیگه. دیگه اینطوری عوض تایر، اینجا میگه کجا بازی میکنه، بیشتر اون برای اون پایین میزنه. اینم که دیگه نمیشه تغییر داد. این از این. بعد اون گوشه زده مثلا چی کارا میتونه، اتکینگ ساپورت میتونه انجام بده، پاسای خوب میتونه بده، ولی یه کاری از استامیناش مثلا به خطر میفته با این کارا. فکر کنم اینطوری که اون گوشه میتونیم پایین ببینیم مثلا چه خطری داره مثلا تو این حالت بازی کنه. و اینجا اینم میتونیم حتی عوض بکنیم. خیلی باحال شده، خیلی این بخشش باحاله. و اینجا ما میتونیم بگیم اینسایت فوروارد بشه. خیلی اینا که اونجا ببینید گوشه پایین اسم وینیسیوس زده که این پلی استایل پلاس پلاسشو داره که خیلی، یعنی بهترین حالت میتونه این کارو انجام بده که ما اینو سیو میکنیم. یه سیو شد الان برای وینیسیوس جونیور که به نظر من خیلی باحاله. اینجا اینا رو میتونیم حتی عوض بکنیم، خیلی باحال شده بخشش. اینجا سیو الان من اینو یادم بیاری هایی. به نظر من نه، این به نظر من بهتره. اینجا هم بهمون گفته قابلیت هایی که انجام میتونه بده. ترکیبون زیر داده علامت تعجب داده، مثلا گفته چه مشکلی داره ترکیبتون و اینا که میتونید خودتون اینا رو درست کنید. اینجا اگه من زب در بزنم این ترکیب الان سیف شده دیاره. اینجا میایم بیرون، الان ما ترکیبون آماده است. میریم بعدی گیم سیتینگ رو داریم که من اینجا اگه اینو بزنم وارد بخش سیتینگ میشیم که مثلا همون سال قبله دیگه، همون کارا رو میتونیم بکنیم. یه کامرای جدید اضافه شده که برای همون FC IQ فکر کنم خیلی جذابه. برای راشمود هم اینجا داریم میبینیم زمینشو دیگه. آدیو مچ هم که ما میکنیم مچ 4 دقیقه‌ای ورکلاس بازی کنیم که به نظر من خیلی جذاب تر میتونه بشه. اومده و اینجا میتونیم افکت باد، راستی اینو یادم بهتون بگم، اینجا افکت باد رو ما میتونیم تنظیمات بکنیم که به نظر من نور مدیوم باشه بهتره و اینم آن باشه. مثلا چی بتونم افکت آب این فکر کنم، اینم افکت چی باد، مثلا اگه بادی بیاد تو ورشگاه حرکت توپ عوض میشه که خیلی به نظر من این میتونه باحال باشه. اینم از این تنظیمات دیگه که اینم از این دیگه. کنترل ستینگ رو که ما انجام دادیم، اینجا هم که دیگه بازی که انجام نده نشون بده. اینجا هم مچ پریویوه که استارت مچ رو بزنیم وارد مچ میشه. اون پایینم خیلی منوی جذاب و شیکتری شده واقعا منوش دیگه. اونجا هم چهره گواردیولو داریم میبینیم. اینجا استارت مچ رو من میزنم که ببینیم چطوری شروع میشه بازی. به به، اولین مچ ما و اولین تجربه من سانتیاگو برنابئو رو ببین. ورزشگاه رئال مادرید رو به کامل درست کرده، همین ورزشگاه جدیدشه. خب بله اینجا بازیکن وارد میشن. به به چقدر اینا این صحنه‌های جدیده. اینجا هم کاپو داریم میبینیم. به 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 این کاپ لیگ قهرمانان اروپا. این سراغ این بازی که به نظر من خیلی هم جذاب و همین لحظه بازی شروع شد. من تنظیم دستم هم درست کردم. ببین همین الان احساس کردم تغییر رو، خیلی حرکت توپ طبیعی تر شده. من اینا همین الان بهتون بگم. وای چقدر بازی، وای لباس ها رو ببین، یا ابوالفضل لباس کارفخال رو ببین، لباسش چقدر مثل واقعیته. ببین لباسشون فیزیک لباس مثل واقعیت شده. یا ابوالفضل، یا ابوالفضل، یا ابوالفضل چقدر فیزیک لباس عالی شده، انگار یه پارچه رو اینا پوشیدن قشنگ. حالا در ادامه من بدم اینور به میلیتائو شما ببینید. اینجا بدیم به کی؟ بدیم به رودریگو. بدیم نگاه کن، نگاه کن، نگاه کن فیزیک لباس رو ببین، فیزیک لباس رو تو فقط ببین. بده اونور، برمیده به وینیسیوس جونیور. اینجا اگه من نگر دارم میخوام ببینیم بازیکن رو بررسی کنیم. هایلایت یا ابوالفضل، اینجا چیزای جدید داریم میبینیم و خیلی هم عجیبن غریبه و اصلا باش آشنایت ندارم. اینجا تارگیت رو ما بزنیم،
او مای گاد میتونیم یکی یکی بازیکن‌ها رو او مای گاد چقدر این بخش خوبه، من منتظرش بودم. اینجا دیبروینه رو ما اینطوری اگه روی سلک کنیم چی شد الان؟ او اینجا میتونیم بیان ببینیمش دیبروینه رو. ببین فیس دیبروینه رو بزن. اصلا من یه دقیقه اینو بردارم لباس رو ببین. یا ابوالفز، یا ابوالفز به این چهره، یا خدا خیلی خوب ساختن، خیلی خوب ساختن. اصلا حرکت موها رو تو ببین، لباس رو ببین چطوری داره تکون میخوره تو تنش. حالا اگه میخوام بیام بیرون چطوریه؟ مثلا میخوام یه بازیکن دیگر را سلک کنم، اینجا تارگرت رو دوباره میزنم. و اینجا مثلا ما با کی داشتیم بیشتر بازی میکردیم؟ اینجا مثلا رودریگو کو، من رودریگو رو پیدا کنم این پشت مشتا. آها این رودریگو، یه ضرب در میزنی روش سلکت میکنه و میای اینجا میبینی رودریگو رو. اینجا رودریگو رو میبینی که چهره رودریگو هم واقعا به زیبایی هرچه تمام انجام داد. و اینجا که من داشتم تست لباس میگرفتم و با هم ببینیم اینجا حرکت لباس شما ببین. یا خدای من چقدر تغییر، اصلا ببین 50% قوی تر شده این لرزش لباسا. اصلا خیلی من همین الان متوجه دارم میشم قشنگ داره لباسش تکون میخوره و باد میره تو لباسش. این لباسش اینجاش قشنگ داره باد میره تو لباسش و قشنگ داریم با هم بررسی هم میکنیم، داریم میبینیم اینجا که به نظر من خیلی باله. ببین شما توی این بخشی که الان اضافه کردم فوتو مود دیگه فکر کنم دیگه همین مثل همه بازیاست که داره دیگه. اینجا شما رو همه دوربینا میتونی، اصلا میتونی یه گل قشنگ زدی اونو میتونی همینجا یه کلیپ بسازی باش، یه کلیپ خیلی خفن که حالا من بلد نیستم خودم، حالا خودتون برید تحقیق کنید زیاد. بریم سراغ این بازی، ادامه بازی و بریم سراغ بازی شوامنی رودیگر اسپیده به وینیسیوس جونیور. اینجا اگه به توپ برسه که خیلی هم عالی، به توپ رسید ولی پاس اشتباه داد. فروخال یه سانت برای کیلیان امباپه که ضربه هدو میزنه در آستانه ایدرسون. چقدر خوبه این دوربین، من دوست دارم دوربینش هم باحال، کل زمین رو قشنگ میبینی. حالا رو دقت کن یه کدم داره که شما میتونید این کدتو بدی مثلا به دوستت، مثلا اینجا دوستش میاد اینجا، مثلا اینجا ناکن ایمپورت رو من بزنم میتونم کد رو وارد بکنم و ترکیبی که مثلا بهترین پلیر، مثلا بهترین پلیر فیفا کدش اون بالا زده، اون کد رو شما وارد کنید تمومه، شما میتونید مثل اون کار رو انجام بدید. خیلی جذاب شده تارگت پلیر این قشنگ. ببین شما میتونید ذهنتون هر همون زیدان گفت اول ویدیو هر چی میتونی پیاده کنی قشنگ میتونی پیاده کنی. من خودم توش موندم الان اینقدر سخته. و اینجا میتونه اکتیو کنی، مثلا این الان ترکیبو میخوام اکتیو کنم بیام بیرون چی میشه؟ اون گوشه او مای گاد چون گوشه یه چیزایی فعال شده. الان وایس من میخوام اون گوشه رو یاد بگیرم داش. او بین از اینه میتونی بگی برگردن دفاع کنن. آها اینجا شما میتونی تاکتیکتون رو عوض کنید، پد پایینو بزنید اگه اینا به ما گل نزنن. من یه دقیقه عوض کنم، میخوام تیکی تاکاش کنم. خب ترکیب الان تیکی تاکا شد. او پایینو ببین، پایینو ببین داره ترکیب تیکی، وای چیدمان ترکیب عوض شد و کارایی ترکیب عوض شد. دمش گرم چقدر باحاله. دوباره همون بگم وین پلی، بازی از گوشه که به نظر من خیلی بهتره. شوامنی والورده اینجا نتونست رد بکنه. خیلی باحال شده بازی، خیلی این تاکتیک ماکتیکاش خیلی باحال شده. اینجا ما او تاکتیک چی شد؟ میتونیم تاکتیکمون رو عملی کنیم. یه دقیقه وایس بابا بازی نکنید، یه دقیقه من ببینم تاکتیکا چیه. خب اون دیفالت خود رال مادیده، اینا وین پلی که ما الان انتخاب کردیم. بالا رو بزنم اینجا که اصلا این یه چیز دیگه بود، این قبلا هم بود. اینجا میتونیم انتخاب بکنیم، اینجا ترکیبای پیشنهادی رو بهمون میگه. و یه دقیقه من بذار پاسکاری کنم اینا نرسن بهمون. و اگه پد چپو بزنید به سمت چپ و اینجا ترکیبای خودتون رو داره، تاکتیکای خودتون رو نشون میده، تاکتیکایی که مثلا قبل بازی چیندید. الان من ناکن اون تاکتیک دو همون تاکتیکی که خودمون چیندیم اونجا، این همونه میتونم قشنگ انتخاب کنم و بذارم. قبلا بهتون توضیح رو دادم، حالا من ویدیو جدا هم درباره آموزشام میذارم. و اینجا من میتونم تاکتیک دو رو انتخاب کنم، تاکتیک سه رو میتونم انتخاب کنم. تاکتیک این ببین مای تاکتیک، ببین با پد این پد رو شما بزنید، پد چپ میتونید تاکتیکای مای تاکتیک رو ببینید. خب نیمه اول تموم شد، بذار نیمه اول تموم شد بریم سراغ نیمه دوم. من بهتون توضیح بدم پد این پدا هست، این پدا این چپی رو بزنید مای
تاکتیک میاد، تاکتیکای خودتو از قبل آماده کردید. من تکتیکو عوض کردم، میخوام وین پلی بازی کنم. الان کردمش وین پلی. ناکو اینجا نشون میده، اون پایین قشنگ داره تو اسپورت بوک نشون میده که اینا دارن تاکتیکو عوض میکنن. اینم که هیچی، گل نخوریم. رودریگو، مندی یه پاس میده. چقدر گیم پلی بازی خوب شده، چقدر گیم پلی بازی خوب شده. آها اینم ترکیبای پیشنهادی رو داره الان بهمون میگه. یه حمله برای کیلیان امباپه. کیلیان امباپه یه بغل پا توه دروازه، تور دروازه هم بهتر شده. بعد گرافیکو تو ببین اصلا خیلی گرافیکش بهتر شده. بعد نیمکت هم داره نشون میده، قبلا نیمکت رو اینقدر خوب نشون نمیداد، خیلی مصنوعی بود نیمکت اگه یادتون باشه. و اینجا خیلی قشنگ کیلیان امباپه میاد و یه بغل پا. اینا هم مثل قبلنه، همینجا هم ما میتونیم باز اینجا ناگو تاکتیکای پیشنهادی همون چی بتونه هوش مصنوعی یا همون اف سی آی کیو رو داره به ما میگه که الان داره بهمون یاد میده. این مای تاکتیکه که گفته، این تاکتیکاست که مثلا میتونی اتک بگه تیمت بره جلو بازی کنه، تیم دفاعی بازی کنه یا همون دیفالتش بازی کنه. و اینجا هم تاکتیکایی که به ما پیشنهاد میده، مثلا تیکی تاکا مثلا یه موقع مثلا بهت میگه کدوم خوبه، اما نیمه اول شروع بشه بهت نمیگه این تاکتیکا رو. هر موقع مثلا 10 دقیقه بازی گذشته میفهمه روش بازی تو چطوریه، بهت اینجا پیشنهاد میده همون اف سی آی کیو که خیلی به نظر من باحاله. پس فهمیدیم پد پایین میشه این که من میخوام بگم تیکی تاکا بازی کنم. خب ببین داره عوض میشه، خیلی جذابه، خیلی جذابه، این خیلی جذاب کرده بازی رو. این لباسا اصلا منو داره دیوونه میکنه. حالا لباسا رو نگم که لباسا داره اصلا منو دیوونه میکنه، اینقدر لباسا رو خوب ساختن. و اینجا او میتونم همینجا تعویزم بکنم. ببینی میزنی پایین، یه دونه پد پایین بزنی، مثلا میلیتار رو من میگم میخواد تعویز شه. وایسا ای بابا تاکتیکو عوض کردم. اینجا مثلا میگم میلیتار عوض شه. خب همین الان میلیتار رو زدم که ترکیب بنازش بیرون. خیلی اینش باحاله، واقعا خیلی باحالش کردن که میتونه همینجا با پدا تیم تو مدیریت کنی و مثل واقعیت باشه. قشنگ مغز آدم میتونه استفاده کنه. یکی چم جلوییمو داریم لیگ قهرمانان هم برنده میشیم دوباره رئال مادرید. این لباسش داره منو دیوونه میکنه. خدا بلینگام یه پاس برای وینیسیوس جونیور. وینیسیوس جونیور اینجا گیر افتاد. والورده یه پاس برای امباپه. ببینیم گل میزنه که یه گل بزنه. اینجا ببینیم الان میلیتائو به عوض بشه، تعویض بشه که بله میلیتائو تعویض شد. میلیتائو تعویض شد که فهمیدیم میتونیم تعویض کنیم. یه تعویض دیگه هم میتونیم انجام بدیم، مودریچ رو میتونیم به جای رودیگر بیاریم تو که خیلی باحال شد، خیلی باحال شد، جذاب. حالا بریم دنبال بازی دیگه. همه چیز با ترکیب من به تو الان توضیح دادم توی مچ، یعنی فکر نکنم کسی به این کاملی به توی یوتیوب ایران توضیح داده باشه اینا رو که الان من توضیح دادم. خودم همین الان دارم یاد میگیرم، یعنی با شما دارم یاد میگیرم. به به یه توپگیری عالی، خیلی واقعی شده اصلا. گیم پلی بازی اصلا خیلی فرق کرده. من هر روز دارم اف سی 24 بازی میکنم و الان اینو قشنگ میفهمم، خیلی طبیعی تر شده عقب. یه پاس فرا برای امباپه که نه آفسایدش گرفته میشه. اینجا هم یه خودش دیگه چند تا تعویض بهت پیشنهاد میده، مثل قبل نیست. الان کاوامینگا رو میارم ال بی بازی بکنه که دمش هم گرم. نه از کاوامینگامون دقیقه 70 بازی و لیگ قهرمانان هم یه میدونید دیگه شکلش عوض شد و توی کریر مود میریم سراغش که خیلی هم جذابه. منتظر کریر و اول تجربه کریر و راش و ماش و همه باشید دیگه. بلینگام بدیم عالی میشه. تاکتیک پیشنهادی رو ما قرار میدیم و اینجا ببینید تاکتیک سریع عوض شد و اینجا هم مای تاکتیکا رو داریم با هم نگاه میکنیم که خیلی هم جذابه. یه پاس که نمیذاریم بزنه. اینجا مثلا میتونیم اتک بگیم، یه اتک بگیم حمله کنن فقط. آها الان ناکو تیم به سمت جلو حرکت میکنه، چقدر باحال شده اف سی آی کیو. دوره ببین مغزم از بزرگی این بازی میریزه که اینقدر واقعی تر کردن بازی رو. اینجا کامابینگا نتونست اینو خب فهمیدیم، من خیلی گیر دادم به اون گوشه و اینجا هم مای تاکتیکامون شد که الان الان ببین فکر کنم رفتیم حالت دفاع کردن فکر کنم. نمیخوام، من میخوام ای وای یه لحظه وایسادم حواسم نبود. هنوز پداش خودم بلد نشدم. فیل فودن داره موقعیت سوء استفاده میکنه. رودریگو که اینجا کاماوینگا میتونه دور کنه که همین کارم میکنه که دور کنه ما راحتی بتونیم بازی کنیم. هالند میزنه که نزدیک بود گل بخوریم. اینجا نه ببین این که نبود، این ور رو بزنی که اینجا میاد که اینو فهمیدیم. پد بالا رو هم بزنی این میاد که من اینا رو غیر فعال بکنم و پد پایین رو بزنی تاکتیکای پیشنهادی میاد که من کانتر اتک رو الان میخوام بزنم.
بله کانتر اتک رو دادم و عوض شد. چقدر باحال شده این FC25. اینجا والورده یه پاس برای کیلیان امباپه. کیلیان امباپه یه بغل پا میدانه که شوت ها خیلی سنگین‌تر شده و به نظر من طبیعی شده. اینجا تعویضای دیگه هم میتونیم انجام بدیم که به نظر من رودیگر رو بکشیم بیرون. اینجا هم که صحنه ها رو قبلا هم داشتیم خیلی باحال بود. حالا ببین همین جای بازی بریم چهره بازیکن‌ها رو هم ببینیم. تا اینجا که اومدیم دیگه چهره ها رو هم ببینیم دیگه. عوض میشه. خب بریم چهره بازیکن‌ها رو یکی یکی با هم ببینیم. روبن دیاز رو واقعا خوب ساختن و اینجا آکانجی رو داریم. یه ذره حرکت کنه یا صورتش بالا. آکانجی رو هم واقعا خوب ساختن. گواردیولا رو که اصلا عالی ساختن. چقدر جذاب و کپ به خودش ساختن. و بازیکن بعدی برناردو سیلوا که اینم باز عالی. بازم اینجا فیزیک لباس رو ما میتونیم ببینیم که اصلا خودتون میفهمید دیگه باد میره انگار تو لباسا. خیلی اینش واقعی کرده بازی رو. اینجا هم که کوین دیبروینه رو با اول بازی هم با هم بررسی کردیم و اینجا هم ارلینگ هالند. تکسچر مو رو تو ببین فقط. همین اصلا پشم آدم میرزه. نیاز نیست به اصلا بقیه چیزا فکر کنی. تو تکسچر رو میبینی اصلا پشمت میفته. اینجا هم جک گیرلیش رو داریم که قشنگ آماده بازی. اینجا هم رودری رو دارم که مصدوم هم شد به تازگی. و اینجا هم فیل فودن که چهره فیل فودن هم به نظر من عالی ساختن. اینجا هم که توپه دیگه ما داریم توپ رو میبینیم. بله و اینجا رسیدیم به تیوا کورتوا که اسمش همون گوشه میزنه. خیلی نش باحاله. و اینجا هم کارواخاله که دوباره از نمای اینجا هم ببینیمش. خیلی گرافیک بازی خوب شده. واقعا بازی یک سطح دیگه شده. گرافیکش مثلا 10% مثلا به نظر من 20% بهتر شد. اینجا هم رودیگر رو داریم میبینیم که اینم خوب ساخته. اینجا شوامنی رو هم قشنگ خوب ساخته. تکسچر مو عالیه تو بازی. و اینجا هم جود بلینگام که اصلا دیگه مو نمیزنه با خودش دیگه. واقعا بلینگام مو نمیزنه با واقعیتش. چقدر باحال و طبیعی ساختن این بازیکنو. و اینجا هم فد والورده رو داریم میبینیم که اینم عالی با تکسچر موی عالی ساختن. اینجا هم رودریگو رو داریم میبینیم با چهره اسکن شده جدیدش. بعدش دیگه میبینیم بازیکن بعدی کیلیان امباپه که کیلیان امباپه رو هم عالی ساختن. این لباسش داره منو دیوونه میکنه. این از این بازیکن‌ها رو بررسی کردیم. بریم برای جام بردن بالاشو. من دوستان ببینم چقدر تغییر کرده و بهتون توضیح دادم دیگه تاکتیک چطوری بچینی توی ترکیبی. خودم هم چند دست بازی کنم دستم میاد. مای تاکتیک داره، تاکتیک‌های پیشنهادی داره. میتونی تیمت بگی اتکی بازی کنه. مثلا الان من میگم تاکتیک 2 مثلا انتخاب کنه. من اینجا میگم دیفنس مثلا به بازی کنه. ناکن اون پایین ببین همه برمیگردن به سمت عقب. خیلی نشذابه. عجبه. و سوت پایان این بازی قهرمانی رئال مادی با تگ گل کیلیان امباپه در لیگ قهرمانان اروپا. و ببینیم صحنه خوشحالی رو داریم میبینیم و جام بردن هم که ببینیم. حالا اینجا چهره رودریگو رو داریم میبینیم و ورشگاه سانتیاگو برنابئو که ساختنشو خیلی هم زیبا ساختن. و اینجا ببینید صحنه ها جدید هست یا نه. همون ببین قبلا یادمه میخواد شما ببره بالا خیلی لگ میشد. یعنی افت FPS رو قشنگ میشد تو ببینید. الان میخوام ببینم اون اتفاق میفته یا نه. و اینجا لیگ قهرمان اصلا افت FPS رو من نمیبینم. اصلا نمیبینم و به صورت نرم وارد تصویر میشم و هیچ لگی رو من اینجا ندیدم. الان واقعا عالیه و تحسین میکنم شرکت EA که واقعا بازی خوبی رو امسال ارائه ما پلیرها داده. عالی بود. من ای فوتبال هم بازی میکنم. هر روزم دارم ای فوتبال هم بازی میکنم. هر روزم دارم اف سی بازی میکنم و این دوتا بازی رو قشنگ میشناسم. عالی. اینم از بالا بودن جام و خیلی هم جذاب بود و حال کردیم. خب اینو دیدیم. ببین این کلاسیک مچ بود. راشو که میریم براش ویدیو جدا اصلا نگو حرف نداره که کلا رفتیم. به نظر من برای ویدیوی اولین تجربه خوب بود و من توضیح دادم اینجا الان انیمیشنش عوض شد و رفتیم باشگاه کمپ بدون لایسنس و داریم انیمیشن جدیدی التیمیت تیم هست. اگه وقت کنم التیمیت تیمم میرم ولی ما کانالمون بر اساس منیجر کریر میره که منیجر کریر رو 100% میرم. منتظرش باشید. پلیر کریر رو میری با هم بررسی میکنیم. جمهور رو بلند کرد. چقدر صحنه‌های جذابی رو داریم میبینیم. همینجا ویدیوی اولین تجربه از FC25 رو به پایان میرسونم و خیلی سریع میریم برای بررسی منیجر کریر و پلیر کریر که چقدر باحال و جذاب این انیمیشن های پشت اینجا از ما بردارش. اگه داری چهره من نام کنی لایک ویدیو رو همین الان بزن، سابسکرایب رو بزن و زنگوله گوشش رو حالت آل بذار تا یه ویدیو دیگه از کانال امید ایکسار و بخش بررسی بخش های بعدی FC25 بدرود.